امروز میخوام یکی از پیچیده ترین سوالهای دنیای تغذیه و متابولیسم رو با هم باز کنیم سوالی که میدونم سالها ذهن همه مردم رو درگیر کرده حتی سالها ذهن خود من هم درگیرش بود اینکه چطور ممکنه بعضی یا هر چی میخورن چاق نمیشن دو نفر توی خانواده غذای مشابه میخورن ولی یکی سبک و ثابت میمونه وزنش اون یکی هر هفته یه عدد جدید رو ترازو میبینه این موضوع هیچ جواب ساده ای نداره چون بدن انسان یه سیستم چند لایه است و نمیتونیم با یه دلیل واحد توضیح بدیم بدن انسان همزمان با دهها عامل تصمیم میگیره که انرژی رو بسوزونه یا ذخیره کنه امروز ما تمام این عوامل رو به صورت علمی قابل درک مرحله به مرحله و به زبان ساده براتون توضیح بدم تا آخر ویدیو متوجه بشیم که چاق نشدن چطور اتفاق میفته و چطور میتونیم این ساز و کارها رو رو بدن خودمون تنظیم کنیم من زهرا هستم مربی تغذیه هولستیک و مدرس و لایف کوچ سبک زندگی سالم اول میریم سراغ متابولیسم پایه یا بی که اولین و شاید مهمترین عامل سرعت سوخت و ساز پایه است BMR مقدار انرژیه که هر بدن حتی در مواقع استراحت هم میسونه یعنی چی یعنی دو نفر با قد و وزن مشابه ممکنه در یک روز بین 300 400 تا حتی 500 کالری اختلاف مصرف انرژیشون باشه فقط به خاطر اینکه بدن یکی پرکاره و بدن یکی کمکار این اختلاف برابر با نیم ساعت دویدن در روز برای یه بدن و خوردن یه وعده غذای کامل برای اون یکی بدن چرا اینطور میشه به چهار دلیل اولی ازاله هرچی ازاله بیشتر باشه بی ام آر بالاتره یک کیلو ازاله سه برابر یک کیلو چربی انرژی میسوزونه دوم تیروید فقط اختلال ده درصدی تو تیروئید باعث اختلاف 150 تا 200 کالری در روز میشه سوم دمای بدن بدنهای گرمتر متابولیسم فعالتری دارن و انرژی بیشتری میسوزن و چهارم سیستم عصبی سمپاتیک همون ریتم طبیعی بدن بعضی بدن ها همیشه کمی فعالترن انرژی بیشتری میسوزونن بدون اینکه خود شخص متوجه بشه یعنی بعضی بدن ها مصرف کنندن و بعضی بدن ها ذاتن ذخیره کنندن دومین عامل چاق نشدن انسولینه فرمانده ذخیره یا مصرف در واقع انسولین فقط یه هورمون نیست بلکه هورمونیه که تعیین میکنه با غذای ما چه اتفاقی در بدنون بیفته بعد از غذا بدن ما دوتا انتخاب داره یا انرژی رو مصرف کنه یا انرژی رو ذخیره کنه و این هم به حساسیت انسولینی بدن برمیگرده بدن هایی که حساس هستن به انسولین قند سری وارد سلول میشه انرژی تولید میکنه چربی ذخیره نمیشه خوابالود نمیشه بعد از غذا و انرژی بالا میمونه اما بدن هایی که مقاومت دارن به انسولین قند وارد سلول نمیشه انسولین بالا میره بدن پیام ذخیره چربی دریافت میکنه بعد از غذا خوابالوت میشه سری گرسنش میشه حوس شیرنی میکنه و چربی شکمی شکل میگیره در واقع دو نفر غذای یکسان میخورن ولی یکی انرژی میگیره یکی چربی میگیره یکی مصرف کننده انرژی میشه یکی ذخیره کننده انرژی میشه و این دوتا هیچ ربطی به خود کنترلی نداره بلکه یه واکنش زیستی بدنه حالا بریم سراغ عامل سوم لپتین هورمون گرسنگی و کنترل حجم غذا لپتین هورمونی که به مغز پیام میده من سیرم تو بدنهای متعادل لپتین عالی کار میکنه به خاطر همین با حجم کم غذا سیر میشن حوث های عجیب و غریب نمیکنن و در واقع غذا خوردن رو یه رفتار طبیعی میدونن نه یه وسواس ولی بدنهایی که اضافه وزن دارن مغز پیام لپتین رو نمیشنوه به خاطر همین دیر سیر میشن حجم بیشتری غذا میخورن همیشه یه احساس گرسنگی خفیف همراهشون هست و شبها هم حوس شیر نمیکنن در واقع مقاومت لپتینی یعنی اشتها از کنترل طبیعی خارج شده نه اینکه فرد اشتهاشو کنترل نمیکنه و این تفاوت وزن رو تعیین میکنه عامل چهارم میکروبیوم کنترل کننده جذب کاری یکی از مهمترین تفاوت ها همینجاست نوع باکتری های روده تحقیقات نشون داده دو نفر غذای 500 کالری میخورن بدن یکی 400 کالری جذب میکنه بدن اون یکی 600 کالری جذب میکنه تفاوت 200 کالری تو 365 روز میشه 7 کیلو چربی در یک سال این اختلاف فقط به خاطر نوع باکتری های روده است که تو بدن افراد لاغر و بدن های مستعد چاقی وجود داره بدنهای لاغر معمولا میکروبیوم متنوعتری تری دارن باکتری های ضد التهاب قوی تری دارن کالری کمتری بدنشون جذب میکنه قند خونشون پایدارتره و التهاب روده کمتره ولی بدنهای مستعد چاقی التهاب روده بیشتری دارند، باکتری های کالری ساز بیشتری تو روده هاشون هست هضمشون کندتره طول میکشه تا غذا تو روده هاشون هضم بشه نفخ و سنگینی زیاد دارن بعد از وعده غذایی و هوس خوردن هم زیاد میکنن در واقع میکروبیوم نقطه یکی که غذای یکسان نتایج متفاوتی ایجاد میکنه غذا یکسانه ولی نتایجی که بدن افراد لاغر و بدن افراد مستعد چاق دریافت میکنه یکی نیست متفاوته عامل پنجم تی کالری سوزی های پنهان NEAT به حرکت های غیر ورزشی روزانه میگن همون فعالیت های روزانه دیدید بعضیا تو خونه ولی یه جا نمیشینن مدام حرکت میکنن فعالیت میکنن اینو میذارن اونو بر میدارن میستن راه میرن کارهای خونه میکنن حتی وقتی میشینن پاشونو تکون میدن همین فعالیت های عادی روزانه میتونه تا 700 کالری در روز بسوزونه افرادی که لاغر هستن بدون اینکه بفهمن فعالیت بیشتری دارن نه ورزش ها فعالیت های عادی روزانه نمیتونن یه جا بشینن مدام تو فعالیت تو حرکت دستشون پاشون راه میرن می ایستن زیاد یه جا نمیشینن همین کالری زیادی میسونه یعنی افرادی که لاغر هستن بدن فعالتری دارن و بدن فعالتر انرژی بیشتری میسونه بدون اینکه خودشون تصمیم بگیرن برای فعالیت کردن یا برای ورزش کردن عامل شیشم خواب و استرس که باعث تنظیم سوخت و ساز بدن میشه بدنی که خسته از چربی میسازه و بدنی که آروم چربی میسوزونه چرا این اتفاق میفته چون خواب کم حساسیت انسولین رو پایین میاره لپتین رو مختل میکنه هورمون گرسنگی یا گریلین رو بالا میبره متابولیسم رو کند میکنه و چربی شکمی ایجاد میکنه و همینطور استرس کورتیزول رو بالا میبره باعث افزایش چربی شکمی میشه سیستم بدن رو وارد حالت بقا میکنه و انرژی رو ذخیره میکنه چون بدن احساس میکنه توی حالت جنگ و بقا گیر کرده و باید انرژی و چربی ها رو ذخیره بکنه برای روز مبادا پس بهتره که استرستون رو کم بکنید و خوابتون رو تنظیم بکنید که هر روز بین 7 تا 8 ساعت خواب راحت و عمیق داشته باشید حالا میریم سراغ هفتمین و آخرین عامل که از همه مهمتره و میدونم سوال همتونم هم هست. ژنتیک و اپیژنتیک. این تو بین همه هست که میگن که من چاقم به خاطر اینکه ژنتیکیه، همه خانواده‌ام هم, فامیل همه چاق هستیم یا یکی لاغر هرچی میخوره چاق نمیشه، میگه ژنتیکیه ما خانوادگی هرچی میخوریم چاق نمیشه. در حالی که علم میگه ژنتیک قابلیت تعیین میکنه، اپیژنتیک نتیجه تعیین میکنه. ژنتیک چارچوب اولیه رو میسازه ولی اپیژنتیک به ژنهای تو دستور میده که چطور رفتار کنن یعنی چی یعنی ممکنه یه نفر ژن چاقی داشته باشه ولی اگر سبک زندگی سالمی داشته باشه تغذیه سالم بخوره ورزش به اندازه کافی بکنه خواب کافی و منظم داشته باشه استرس پایین داشته باشه ژن چاقی توش فعال نشه و همیشه هرچی میخوره لاغر بمونه چرا به خاطر سبک زندگی سالمی که داره ولی یکی ممکن ژن لاغری داشته باشه ولی سبک زندگی نامناسب داشته باشه در اون صورت با یه ذره غذا خوردن با حجم کم غذا خوردن هم چاق میشه چرا چون ژنش خاموش میشه پس در واقع میگه که اپیژنتیک میگه که رفتار تو مهمتر از هاته یعنی اگر سبک زندگی سالم داشته باشی ژنهای مناسب تو بدن تو فعال میشن اگر سبک زندگی نامناسب داشته باشی ژنهای نامناسب تو بدن تو فعال میشن یعنی تو میتونی با سبک زندگی سالم و مناسب ژنهای سالم و ژنهای ناسالم یا ژنهای مناسب و ژنهای نامناسب رو فعال یا خاموش نگه داری و این بستگی به خودت داره این نیست که بگیم ژنتیکیه و ژنتیکی من همیشه چاقم و باید چاق بمونم یا من همیشه لاغرم و باید لاغر بمونم اگر سبک زندگیتون رو متفاوت بکنید میتونید جنهای چاقی و لاغری رو تو بدنتون خاموش یا فعال بکنید امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه و به جواب سوالهایی که سالهاست همه افراد درگیرم باهاش حتی این سوال خود من هم بود که سالها باهاش درگیر بودم به اینها جواب داده باشم و بتونید که با سبک زندگی سالم زندگی خیلی خوب پر از آرامش و سلامتی رو برای خودتون و خانوادتون ایجاد کنید همیشه سالم سلامت و پربرکت باشید خدا نگهدار همتون